این فیلم داستان دختریه که برای نجات زندگی برادرش وانمود میکنه مرده تا وارد سردخونه شه. اما غیر از سرمایه شدید اونجا با اتفاقات وحشتناک زیادی روبرو میشه. بیاید با هم ببینیم آیا میتونه زنده از اونجا خارج شه یا نه. قبل از شروع فیلم ممنون میشم با لایک و کامنت ازمون حمایت کنید. با شروع فیلم دختری به نام کلوی رو میبینیم که صندوق پستیش پر شده از قصه‌های عقب افتاده یه وام خونه. اون یه دختر دانشجویه که اخیراً پدرش مرده، اما شرکت بیمه برای اینکه پول بیمه‌شون رو نده ادعا کرده که پدرش خودکشی کرده. حالا کلوی و برادرش تیجی از نظر مالی تو شرایط بدین و بانک ممکنه هر لحظه خونه‌شون رو مصادره کنه. تو صحنه بعدی تیجی رو میبینیم که با دوستش راستو ماشینه و آماده انجام سرقته. دوستش یه اسلحه اسباب بازی آماده کرده و تیجی توی این عملیات نقش راننده رو داره. وقتی راست برای سرقت میره، صاحب اونجا با تفنگ به راست شلیک میکنه. تیجی بلافاصله تنهایی فرار میکنه. تو صحنه بعدی تیجی به خونه میره و خواهرش به زخمهاش رسیدگی میکنه. تیجی از عملیات ناموفقش میگه و کلوی حسابی شاکی میشه از دست حماقت برادرش و اینکه با وجود هشدارهاش بازم با رفیق شر و شورش راست میگرده. ولی وقتی میفهمه راست مرده، حسابی ناراحت میشه و اینجا معلوم میشه کلوی قبلا با راست 3 سال رابطه عاشقانه داشته. در همین حال جسد راست روی زمین افتاده و کلانتر شریف بعد از بررسی اون رو برای انتقال جسد به پزشکی قانونی آماده میکنه. حالا توی خونه کلوی نگرانه که برادرش هم دستگیر شه. وقتی میفهمه اون ماسک گذاشته بود و کسی هم اونو ندید و ماشین هم دزدی بود و بعد آتیشش زد، خیالش راحت میشه که برادرش گیر نمیافته. اما ناگهان تیجه یادش میفته که اون نقشه دزدی رو به گوشی راست ارسال کرده بود، پس اگه پلیسا گوشیشو چک کنن همه چیز لو میره. کلوی که تنها برادرش براش تو زندگیش باقی مونده، حاضر هر کاری بکنه تا نجاتش بده. از اونجایی که دانشجوی رشته پزشکی قانونیه، میدونه امشب اینجا فقط یه کارمند داره. وسایل جسد تا صبح توی سردخونه میمونه و صبح فردا پلیس وسایل رو تحویل میگیره. پس اونا تصمیم میگیرن به سردخونه برن تا گوشی راست رو بدزدن. کلوی زنگ اونجا رو میزنه و ادعا میکنه میخواد دوستش رو برای آخرین بار ببینه، اما قطعا طرف اجازهش رو نمیده. پس کلوی یه نقشه مرگبار میکشه. اون از دانشش توی رشته پزشکی قانونی استفاده میکنه و تصمیم وحشتناکی میگیره. اون به خودش مقدار قابل توجهی ادرال و پروپوفول تزریق میکنه تا توی مرگ مصنوعی بره. تمام علائم حیاتش رو از دست میده و حتی بدنش یخ میکنه. این نقشه رو میکشه تا وارد سردخونه شه و بعد چند دقیقه که به هوش اومد بتونه تلفن رو پس بگیره. از تیجی میخواد که از پیشش بره و نیم ساعت بعد به آمبولانس زنگ بزنه و بعد به خودش تزریق میکنه و مثل یه معتاد که اووردوز کرده به زودی به مرگ مصنوعی میره. در حقیقت امکان اینکه واقعا بمیره هم خیلی زیاده، اما این ریسکو به جون میخره. تو صحنه بعدی وقتی کلوی چشماشو باز کرد، خودش رو توی سردخونه میبینه کنار مرده های دیگه. البته جسد راست اونجا نبود. بعد سعی میکنه در رو باز کنه، اما متاسفانه در قفله و اتاق به شدت سرده. وقتی صدای اومدن پزشکو میشنوه، سری دوباره سر جاش میخوابه. مرد یکی از جسدها رو با خودش میبره و کلوی به سرعت در رو قبل از بسته شدن میگیره. توی راه رو میره و وارد اتاق دیگه ای میشه. جسدی رو میبینه که به طرز عجیبی بدنش بخیه خورده بود. از اونجا یه دست لباس پزشکی میپوشه و بعد داخل اتاق پزشک قانونی به نام کرونر رو میبینه. کلوی به سمت اتاق قبلی میدوه تا قایم شه. کرونر به خاطر سر و صدا مشکوک میشه و کمی برای بررسی میره. بعد پاش اتاق امنیتی مردی رو میبینیم که بیرون سردخونه زنگ رو میزنه و پزشک با یه ظرف کوچیک حامل کلیه به دیدنش میره. مانیکس مرد شوخ و پرحرفیه و میگه حالا یه تهیه کننده فیلم الکلی به شدت به یه کبد احتیاج داره. کلوی تمام مکالمهشون رو میشنوه و متوجه میشه که اینجا قاچاق اعضای بدن میکنن. اما آیا از مرده ها؟ بعد رفتن مرد، پزشک روانی تمام درها رو قفل میکنه. کلوی با اتاق کالبا شکافی میره و بالاخره جسد راست رو بیهوش روی میز میبینه.
متوجه میشه کلیه‌ای که تازه انتقال داده شده برای راس بوده. ناگهان راس چشماشو باز میکنه و همه چیز معلوم میشه. راس نمرده بود و گلوله ها فقط ساچمه‌ای بودن و از این افراد خلافکار که خانواده و حامی مهمی ندارن به راحتی برای قاچاق اعضا استفاده میشه. کلوی بهش قول میده که با هم از اونجا خارج میشن. تو صحنه بعدی پزشک برای عمل روی یه بدن دیگه آماده میشه، در حالی که کلوی قصد داره کلیدهاشو بدوزه و با راس فرار کنه. با چند دقیقه دلهور آور و وحشتناک اون بالاخره موفق میشه کلیدها رو بگیره. گوشی پزشک زنگ میخوره و میگه تا یک ساعت دیگه میان تا کبد رو ببرن. کلوی با عجله پیش راس میره و بیدارش میکنه و اونو به زور با خودش میبره. همین لحظه پزشک متوجه میشه کلیدها سر جاش نیست. از اون ور کلوی و راس در حال باز کردن قفل درن و کلوی باید کلیدهای زیادی رو امتحان کنه تا کلید اصلی رو پیدا کنه. پزشک مشغول گشتن اتاق و وسایلشه، اما وقتی میبینه یکی از یونیفرم ها نیست مشکوک میشه و فوراً به اتاق امنیتی میره و کلوی و راس رو توی دوربین مدار بسته مشغول فرار میبینه. مرد برق رو قطع میکنه و بچه ها متوجه میشن اون داره از دوربین تماشاشون میکنه. وقتی کلوی دیوانه وار مشغوله تا قفل آخر رو باز کنه، پزشک در حالی که خودش ماست زده بود با پخش گاز اونا رو بیهوش میکنه. تو صحنه بعدی کلوی به هوش میاد و خودشو بسته به تخت میبینه، در حالی که راس هم اونجاست ازش التماس میکنه که رهاشون کنه، اما پزشک روانی کاملا خونسرده و میگه اونا یه مش جنایتکارن و بهتره اعضای بدنشون برای آدمای بهتری استفاده شه. بعد جلوی چشمای کلوی بدن راس رو پاره میکنه و کبدش رو در میاره. راس میمیره. بعد اون کبد رو در ظرفی قرار میده و از نیتروژن مایع برای حفظ عضو استفاده میکنه. بعد از دخترش تماسی دریافت میکنه، پس با تهدید کلوی رو ساکت میکنه. با مکالمه عادیشون آدم تعجب میکنه که چطور این مرد برای خودش یه زندگی عادی جداگانه ای داره. پزشک ظرف رو میگیره و میره. حالا کلوی تلاش میکنه دست و پاش رو باز کنه. اون موفق میشه بند پاش رو باز کنه. بعد کمی تخت رو با پاهاش حل میده تا از ابزار کنار تخت جسد راست استفاده کنه. یه تیغ رو میگیره اما میفته. ناچارن مجبور میشه از ابزار برقی استفاده کنه، همون ابزاری که پزشک برای بریدن اجساد استفاده میکنه. خوشبختانه کلوی موفق میشه، اما پزشک که توی اتاق دیگه ای بود صدای رو میشنوه، پس با عجله برای چک کردنش برمیگرده. میبینه دختری بازم فرار کرده. اون شروع به جستجو میکنه، اما کلوی رو که زیر تخت راست پنهان شده بود رو نمیبینه. بعد کلوی نیتروژن مایع رو میگیره و به اتاق مدارک میره و از نیتروژن برای یخ زدن قفل استفاده میکنه و قفل رو میشکنه. در حالی که تو وسایل راست دنبال موبایلش میگرده، اسلحه تقلبی اونا رو پیدا میکنه، اما نمیدونه که تقلبیه. همین لحظه دکتر دیوونه میاد و گوشی رو پیدا میکنه، در حالی که کلوی قایم شده بود. کلوی با اسلحه تهدیدش میکنه که گوشیشو بده، اما وقتی بهش شلیک میکنه تازه میفهمه اسلحه تقلبیه، پس بدون گوشی فرار میکنه. دکتر از جسد راس واسه باز کردن قفل گوشی استفاده میکنه و حقیقت رو میفهمه. ناگهان کلوی توی زیر زمین وارد اتاق ترسناکی میشه، پر از آدم هایی که اعضای بدنشون رو برداشتن و هنوز به خاطر بقیه اعضاشون زنده نگهشون داشته. کلوی میترسه و فرار میکنه. اینجا پزشک از طریق دوربین اونو میبینه و میگه به خاطر تلفن بهتر خودش رو تسلیم کنه. کلوی در حال فرار وارد اتاق استراحت پزشک میشه، جایی که عکس خانوادهش هست. اونجا تلفنی هست و اون با برادرش تماس میگیره و میگه اینجا جای خطرناکی و ازش میخواد که بره و فرار کنه. حالا پزشک سگ رو میفرسته دنبال کلوی. از اون طرف تیجی با کلانتر محلی تماس میگیره و ازش کمک میخواد. کلوی ناامیدانه در حال فراره، اما همه درها قفلن. وقتی سگ اونو پیدا میکنه، کلوی بهش ضربه میزنه و کبدی که توی ظرف رو به خورده سگ میده و خودش فرار میکنه. حالا کلانتر و تیجی وارد سردخونه میشن. کلوی وارد اتاق امنیتی میشه و وقتی اونا رو دید قفل تمام درها رو باز میکنه و به سمت بیرون فرار میکنه.
خوشبختانه اون به کلانتر و برادرش میرسه، اما بدبختانه کلانتر هم دست دکتره و بهشون حمله میکنه. کلوی با اسلحه تقلبی سعی میکنه فرار کنه، اما پزشک از بلنگو میگه که اسلحه قلابیه و به کلانترم میگه اونا رو زنده میخواد تا از بدنشون استفاده کنه. بچه ها میدونن توی حیات، سگ هم دنبالشون، حتی از حصارم نمیتونن برن چون برق داره. تو زیر زمین قایم میشن، اما لو میرن و در رو از پشت روشون میبندن و زندانی میشن. حالا مانیکس رسیده و اومده دنبال کبد. پزشک میخواد که یک ساعت دیگه برگرده. مانیکس کلی پرحرفی میکنه و غر میزنه. و وقتی کلانتر رو دید که هم دستشه سورپرایز شد. اما کلانتر به خاطر اینکه رازش جایی فاش نشه بهش شلیک کرد. توی زیر زمین بچه های ورودی هوا رو پیدا می کنن و سعی می کنن ازش عبور کنن. اونا می بینن که مانیک زنده است و از اونجایی که کبدش با تیر سوراخ شده، پزشک حتما دنبال یک کبد سالمه و فقط هم به یک کبد سالم و جوون نیاز داره، چون کبد جسدهای دیگه به خاطر مصرف الکل و مواد مخدر داغونه. کلانتر میره تا بچه ها رو بیاره. پزشک با مشتری تماس میگیره و میگه کبد آماده است، اما اونا به یه پیک جدید نیاز دارن. همین لحظه این بچه ها مانیکس رو از طریق دریچه نجات میدن و پزشک از مانیتور اونا رو میبینه. مانیکس میگه اگه اونو زنده از اینجا بیرون ببرن بهشون $10,000 میده، اما جیتی میگه 25,000 تا اونم قبول میکنه. تعقیب و گریز شروع میشه. کلوی موفق میشه دخل کلانتر رو بیاره. پزشک اما برادر دختر رو پیدا میکنه و آماده است تا کبدش رو در بیاره. کلوی با پزشک درگیر میشه. اون گاز نیتروژن رو روی صورت پزشک خالی میکنه و داغونش میکنه. دکتر که حسابی دیوونه شده آماده است که اونو بکشه. همین لحظه اما مانیکس از راه میرسه و نجاتش میده. بعد کلوی تو سرش چاقو فرو میکنه و اونو میکشه. حالا مانیکس میگه چون من جون خواهرتو نجات دادم بدهی نداریم و بی حسابیم، اما اگه کبد پزشک رو در بیاره براش تا به مشتری بده میتونه پولشو بده. کلوی که دانشجوی این کاره، کبد دکتر روانی رو در میاره و مانیکس با ارز دیجیتال همونجا پولشونو میده و مشکل مالی بچه هم رفع میشه. بیرون از ساختمون کلوی موبایل راست رو میده به برادرش و اونم دیگه توی درد سر نیست. مانیکس اونا رو میرسونه به خونه. فیلم به اتمام رسید. ممنون که تا آخر تماشا کردی و مرسی ازت اگه این ویدیو رو لایک میکنید.